بانم ویادی خدا، آزار جنسی کارمندان زن در زندان‌های افغانستان. رئیس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که بر اساس شکایات و یافته‌ها، شماری از کارمندان زن زندان‌ها از سوی کارمندان مرد مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. به نقل از خبرنامه، احمد راشید توتاخیل در یک نشست خبری یافته‌های بررسی این اداره در مورد وضعیت فعلی زندان‌ها را گزارش داده و گفته روند اصلاحات برای بهبود وضعیت زندان‌ها آغاز شده است. توتاخیل از تمام نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، شبکه‌های حمایت از حقوق زنان و نهادهای حقوق بشر خواسته تا از روند اصلاحات در زندان‌ها نظارت کند. او تأکید کرد بر اساس یافته‌های این اداره، فساد و استفاده از مواد مخدر در زندان‌ها جریان داشته و حتی در پروسه قرنطینه هم مواد مخدر به داخل زندان‌ها انتقال یافته که نشان می‌دهد مسئولین زندان‌ها در آن دست دارند. رئیس عمومی اداره تنظیم امور زندان‌ها همچنان گفته وسایل دولتی مربوط به زندان‌ها از طرف افراد غیر مسئول استفاده می‌شوند. زندانی‌ها به تلفن‌های هوشمند دسترسی دارند. کانتین‌ها منبع فساد در محابس است و برای زندانیان مریض هیچ نوع توجهی صورت نمی‌گیرد. در همین حال توتاخیل خاطر نشان کرد که روند غیر نظامی سازی زندان ها آغاز شده و مدیریت زندان ها به دست کارمندان غیر نظامی خواهد بود و این اداره پس از این توسط افراد حرفه‌ای و متعهد مدیریت می شود. او تأکید کرد که با تمام مشکلات در زندان ها رسیدگی و با مفسدین برخورد جدی صورت می گیرد و بعد از آن دروازه های زندان ها بر روی نظارت بسته نمی باشد، بلکه تمام نهادهای مدنی می توانند از زندان ها نظارت کنند. توتاخیل در اخیر افزود که بر اساس فرمانی اخیر رئیس جمهور پیرامون اف زندانیان جنایی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا حالا 5586 تن از زندان‌ها آزاد شدند. نظر شما در مورد وضعیت فعلی زندان‌های افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین ویدیو با ما شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.